صحن سخن باز می شود. این گونه بی مبالغه آغاز می شود. حرفی که گفتنی است نباید نهان کنی، باید که گفته های دلت را عیان کنی. جانا بپرس آنچه که خواهی برای خود، پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. درودی دوباره خدمت یکایک شما دوستان عزیز، بیننده های محترم برنامه علامت سوال. خیلی خوشحال هستم که در سه شنبه شب دیگه در خدمت شما عزیزان هستم با برنامه علامت سوال. همونطور که میدونید برنامه به صورت پخش زنده است و مستقیما از شبکه 107 پارس پخش میشه. عزیزان در 90 دقیقه آینده در خدمت شما خواهیم بود با موضوعات مختلف که شما عزیزان در رابطه با اونها سوالاتتون رو پرسیدید یا خواهید پرسید، و همچنین نیم ساعت اول برنامه که در رابطه با موضوعی به خصوص صحبت میکنیم. و ممنون و تشکر از اینکه با ما همراه خواهید بود و در واقع از همون اول که برنامه رو انتخاب کردید و دارید تماشا میکنید. همونطور که میدونید برنامه رو میتونید به صورت پخش زنده بر روی شبکه 107 پارس، که شبکه 107 پارس هم از طریق ماهواره یاست پخش میشه، تماشا کنید، و یا اینکه از طریق فیسبوک علامت سوال، فیسبوک 107 پارس و همچنین یوتیوب میتونید برنامه رو ببینید. اگر عضو کانال تلگرام علامت سوال هستید، در کانال تلگرام میتونید بر روی لینکی که گذاشته شده کلیک کنید و از این طریق هم بر روی یوتیوب وارد میشید و به صورت مستقیم میتونید برنامه رو تماشا کنید. همچنین میتونید با ما در تماس باشید از طریق راه‌های ارتباطی. از طریق یوتیوب میتونید برای ما سوالاتتون رو یا صحبت‌هاتون رو بفرستید، از طریق فیسبوک میتونید بفرستید، از طریق اینستاگرام علامت سوال میتونید بفرستید، و یا اینکه میتونید مستقیما زنگ بزنید به استودیو و سوالاتتون رو مطرح کنید از طریق شماره تلفن 2044-207-806-9832. تلفنی هست که مستقیما به استودیو وصل میشید و خوشحال میشیم که صدای گرم شما از آن رو بشنوید. اگر ترجیح میدین که از طریق پیامک برای ما پیغام هاتون رو بفرستید، و یا اینکه اگر درخواست دعا دارید میتونید از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و همچنین تلگرام با شماره تلفن 2035799937772 با ما در تماس باشید. خیلی خوشحال میشیم اگر درخواست دعایی دارید برای خودتون، اطرافیانتون، دوستانتون برای ما بفرستید. فرصت هست که در آخر برنامه برای یکایک دوستانی که درخواست هاشون رو فرستادن در دعا باشیم. اگر شهادتی دارید خوشحال میشیم که بشنویم. همچنین خیلی ممنون باز هم از اینکه با ما همراه هستید. تا چند لحظه آینده با مهمان عزیزمون با شما عزیزان خواهیم. برنامه علامت سوال همراه با معلمین و کارشناسان کتاب مقدس پاسخگوی سوالات شما، هر سه شنبه ساعت 8:30 شب به وقت ایران و ساعت 5 بعد از ظهر به وقت انگلستان. بله عزیزان، با مهمان عزیزمون هستیم، خواهر لوئیز مخوف عزیز که از طریق اسکایپ هستن. خیلی سلام و خوش آمد میگم البته از طریق اسکایپ. خواهر لوئیز جان خیلی خوشحالم که دارم میبینمتون. ممنونم سالی جان، خوشحالم بعد از مدت ها موفق به دیدارتون هستم. شما هم نبودید مدت ها، برحال خیلی خوشحالم امروز برنامه با شما هستش. ممنون. هم خدمت شما هم خدمت بینندگان عزیز یه سلام گرم دارم. همینطور امیدوارم که حقیقتا در این دنیایی که خیلی طوفان دور و برمونه، حقیقتش راستش بخوای سر و صدا زیاده، طوفان زیاده، دائما اینه که آرامی خدا بر دلهاتون ساکن بشه. یه چیز کوتاه بگم سریع، امروز صبح یه دوستی دارم که ایشون آهنگساز هستن،
پیانیست، یعنی با هر از گاهی قطعه های موزیک می نویسن. صبح یک قطعه موزیک برام فرستاد، اسمش بود مبارک است آن که به نام خداوند می آید. فقط موزیک چیز نبوده، کلام نبوده، ولی اسم این موزیک رو گذاشته بود مبارک است آن که به نام خداوند می آید. و حقیقتش بخواید از صبح من تماما در این حول و هوای نه تنها این موزیک، ولی این فکر که مبارک است آن که به نام خداوند می آید. حقیقتا دعای من اینه در این ایام خداوند وارد زندگیتون بشه و آرامی در دلهاتون ساکن بکنه. اون زمان وقتی که یه پادشاهی پیام صلح داشت، سوار بر الاغ می اومد، وارد شهر می شد. دلیل این که عیسی بر الاغ سوار شد، اومد برای اینکه پیام صلح و آشتی داشت. حقیقتا دعا می کنم این پیام و صلح و آشتی خداوند بر دلهاتون بشینه و امروز در این طوفان ها شما را آرامی بده. آمین آمین. خیلی ممنون، مرسی خواهر لوی جان، از همون اول محکم و قوی اومدین و مرسی از دعا و برکتی که برای همه ما خواستید، همچنین برای خودتون. خب خواهر لوی جان، امشب میخوایم در رابطه با موضوع بسیار جالب، مهم، اساسی صحبت کنیم و شاید بعضی وقتها دور افتاده، در رابطه با ریاکاری، موضوعی که انتخاب شده که همه ما یه جورای آشنایی داریم با این کلمه، ولی شاید با همه آشنایی که داریم متاسفانه ممکنه یا خودمون یا اطرافیانمون به این درد دچار باشن. من حالا از شما اتفاقا میخوام که یه مقدار توضیح بدید که اصلا منظور شما چی هست از ریاکاری، و حالا راجع بهش بیشتر صحبت میکنیم. میسپارم دست شما. خواهش میکنم، مرسی، ممنونم سلی جان. بله، یک موضوع بسیار آشناییه و انقدر این قضیه جا افتاده در جامعه و یک مقدار حالت طبیعی گرفته که گاهی وقتا داریم توش زندگی میکنیم ولی حواسمون نیست داریم ریاکاری میکنیم. ریاکاری اون معنی اصلیش رو اگر ما بخوایم تعریف بکنیم، معنی ریاکاری اینه که ما یه سری ارزش‌های اخلاقی خاصی رو ادعا بکنیم که در مورد ما مصداق نداره، واقعیت نداره. یعنی اینکه خودمون رو کسی معرفی بکنیم که نیستیم، اون شخص نیستیم، جور دیگه خودمون رو معرفی میکنیم. در واقع ریاکاری یعنی یه زندگی دوگانه، منتها انقدر همونطور که گفتم جا افتاده و در طول روز این رو انجام میدیم، مواظب نیستیم، متوجه نیستیم که داریم ریاکاری میکنیم، انقدر رفته تو تار و پود ما. من چند سال پیش داشتم کتاب مقدس میخوندم، در حین خوندنش به این آیه رسیدم در دوم تیموتائوس باب 3 آیه 5، که البته این در مورد، یعنی یک نصیحتی بوده به تیموتائوس، پولس داشته راجع به یه سری افراد صحبت میکرد، این کلمه رو که گفت این افراد صورت دینداری دارن ولی قوت آن را انکار میکنن. یعنی واقعا یک ظاهر، این یه جوری برای من مثل زنگ خطر، انگار یک هشداری باشه که انسان میتونه در واقع جوری زندگی بکنه که خودش رو رنگ بزنه به یه جور دیگه، مطلوب به کسی خودش رو نشون بده، به ظاهر دیندار بیاد ولی وقتی به پای عمل میرسه قوتش درش نباشه یا در اون قوت زندگی نمیکنه. این در آیه در واقع داره به ما اینو میگه، میگه که هر چی رو که ادعا میکنیم، هر چی رو که موعظه میکنیم، هر چی رو که از خودمون پخش میکنیم به قول معروف به عنوان ادعا، باید اول اون رو زندگی بکنیم. یعنی حرفامون با زندگیمون باید همخونی داشته باشه. یعنی اگر همخونی نداره ما در واقع دروغگو هستیم. من اینو برای این ادعا شاید بگیم خیلی بزرگه ولی واقعیته، چون اگر اینو زندگی نمی کنیم ما واقع داریم دروغ میگیم، دروغگو هستیم. و برای این ما اول یوحنا، رساله اول یوحنا باب 2 اینطور میگه، آیات 4 تا 6 میگه کسی که گوید او را میشناسم و احکام او را نگاه ندارد دروغگوست و در وی راستی نیست.
این چیزی که یوحنای رسول داره میگه، ولی اینو میگه، میگه لکن کسی که، اما کسی که کلام او را نگاه دارد، فلواقع محبت خدا در وی کامل شده است. یه زندگی که حرف و عمل با هم همخونی داشته باشه، در واقع کامل شدن محبت خدا در زندگی شخصه. حالا اینو میگه، میگه و از این میدانیم که در وی هستیم. منظورش اینه که این محبت، تکمیل محبت نشون میده که ما در خداوند هستیم. بعد اینو میگه، میگه هر که گوید که در وی میمانم، به همین طریقی که او سلوک مینمود، یعنی منظور عیسی، سلوک یعنی رفتار، میگه به همون طریقی که عیسی رفتار میکرد، او نیز باید رفتار کند. یعنی هر کس ادعای مسیحی بودن میکنه، باید مثل عیسی رفتار کنه، اگه نه دروغگوه، اگه نه محبت خدا درش کامل نشده. این آیه دقیقا داره اینو میگه. حالا این تغییر و تبدیل، در واقع یکی شدن دل و یعنی حرف، زبان و عمل ما، این یه چیزی نیست که بگیم یک شبه ایجاد میشه و حالا من الان تصمیم میگیرم مثلا تو دلم برخلاف اون چیزی که میگم فکر نکنم. این یه تغییر و تبدیل درونی احتیاج داره. این تغییر و تبدیل درون اول از تغییر فکر شروع میشه. برای این که ما حرف و عمل ما با هم مطابق باشه، همخونی داشته باشه، باید اول ما تو فکرمون متفاوت فکر بکنیم که این فکری که رو رفتار ما اثر میذاره، چیزی که باعث میشه به زبان بیاریم، اون چیزی هست که در فکر پروروندیم. ما هرچه در فکر بپرورونیم، در نهایت یا حرف میشه یا عمل میشه. بنابراین چون فکر روی رفتار ما اثر میذاره، پس انگوش رو باید بذاریم روی ریشه که افکار ما هست، و اونم تازگی ذهنه. باید تغییر و تبدیل در فکر ما صورت بگیره. خب ما به خاطر نحوه ساختار بدن ما، به خاطر شیوه های زندگی مختلف ما، ما مرتب در حال تفکریم، در حال تصمیم گیری هستیم و داریم همش فکر میکنیم. و برای اینکه درست فکر بکنیم، اول باید یاد بگیریم که از خدا اطاعت بکنیم که بتونیم تو فکر ما، تو اون حرف و عمل در یک راستا باشیم. باید حرف و عمل ما از اینجا یکی باشه. باید تو مسیر تولد تازه این تغییر و تبدیل در ما دیده بشه. اگه نه، همونطور که پولس رسول تو رساله اول قرنتیان باب 13 میگه، میگه اگر همه این چیزها رو ادعا بکنم ولی محبت نداشته باشم، یعنی در واقع مثل مسیح زندگی نکنم، سنج فغان کننده هستم. یعنی این که من فقط یه صدا هستم، یه تبلی هستم که فقط صدا دارم، یعنی فقط صداییم تا عمل. و واقعا من یکی حقیقت چی بخوای نمیخوام فقط حرف بزنم، میخوام حرف و رفتارم یکی باشه. خالص جان، میون صحبتاتون من یه چیزی که اومد توی ذهنم، حالا در رابطه با ریاکاری که صحبت شد، من فکر میکنم که یکی از دلایلی که افراد خیلی راحت به قول معروف این حالا این صفت رو یا این نوع رفتار رو برای خودشون نگه میدارن یا حتی ممکنه عوض میکنن، خودشون رو تصمیم میگیرن که این کار رو انجام بدن، به خاطر نوع جامعه، دید جامعه هست یا اطرافیان هست. شاید فکر میکنن که این نوع عمل کردن حالا یا سیاست هست یا مردمداری هست یا خیلی مسائلی که شاید فکر میکنن که انقدر که جنبه مثبت داره، جنبه منفی نداشته باشه. من خودم شخصا واقعا متنفرم از این نوع خصلت. یعنی خودم هیچ وقت آدمی نبودم که زبونم و فکرم متفاوت باشه. شاید بعضی وقتها اتفاقا ضربه خوردم به خاطر همین قضیه. خیلی ها خوششون نمیاد، خیلی لویز این یه واقعیت، خیلی ها خوششونه، خیلی ها دوست دارن که تعریف و تمجید بشنون حتی اگر شخص یه جور دیگه راجع بهشون فکر میکنه. و شاید همین که خیلی ها دوست دارن این رو بشنون یا ببینن، افرادی هستن که تصمیم میگیرن که به این صورت عمل کنن، چون فکر میکنن اینجوری ممکنه در دل اطرافیانشون بیشتر جا باز کنن.
میکنن. پس من فکر میکنم که یکی از مسائل اساسی اینه که اصلا طرف شخص اول از هر چیز بفهمه که نه، این خصلت خصلت درستی نیست. اینکه شما زبانت با فکرت یا احساست متفاوت باشه نه چیز قشنگی هست، نه چیز صادقانه ای هست. و اینکه حالا مثلا اینجوری کارت رو راه میندازی چیز درستی هست، اتفاق درستی هست، شاید اول اینو باید تصمیم بگیره تا بعد بخواد حالا همونطور که شما گفتید فکرش رو با زبانش یکی کنه، یا بعد از تولد تازه به قول معروف. شاید واقعا بعضی وقتا بعد از تولد تازه شخص متوجه این ماجرا بشه، ولی ریشش رو باید متوجه بشه که این اصلا به طور کلی اتفاق جالب و خجسته این نیست که بخوای به این قضیه بچسبی. بله، ریاکاری چیزیه که یاد گرفته میشه. چیزی نیست که ما باهاش به دنیا اومده باشیم. اون طرح الهی ما با ریاکاری نیست. ما روی محبت طراحی شدیم، روی نیکویی، رو درستکاری طراحی شدیم. بدن ما، وجود ما نسبت به دروغ حساسه، حساسیت نشون میده. ولی این چیزی که شما گفتید، آنچه که در جامعه هست، ما میگیم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، این کاملا غلطه، کاملا غلطه. این یک زندگی به اصطلاح دوگانه است، برای اینکه در استتار داریم زندگی میکنیم و این خصلت خوبی نیست. من اول برنامه گفتم این آیه‌ای که خوندم که صورت دینداری دارن ولی قوتش رو انکار میکنن، این در واقع زندگی هست که یه چیز ظاهره. و وقتی که شخص به قلب خودش رجوع میکنه، با خودش وقتی صادق میشه، اونجا متوجه میشه که حقیقتاً چقدر در ریا داره زندگی میکنه. همطور که گفتم انقدر این تو جامعه تنیده شده به اسم، من اسمشو فرهنگ نمیذارم اصلا، برای اینکه فرهنگ ریاکاری رو ترویج نمیکنه. فرهنگ یه سری ارزش ها و یه سری به اصطلاح رفتارهایی هست که در خودش راستگویی رو تشویق میکنه درش. ولی این یه چیزی هست که ما در جامعه یاد میگیریم، از همسایه، از پدر مادر، تو خونه، تو بیرون، و اونقدر برای ما عادی میشه که فکر میکنیم خب این اینه دیگه زندگی. به قول شما، برای اینکه بخوایم تو بین مردم جا باز بکنیم، برای اینکه پذیرفته بشیم، پس باید مثل اونا رفتار کنیم. نه، این حقیقتش خلاف اون چیزیه که کلام خدا میگه. ما اگر میخوایم زندگی خداگونه داشته باشیم، باید آنچه که در درون ما چون تو قلب ما هم حرف میزنیم، تو مغزمون حرف میزنیم، به زبان هم حرف میزنیم، باید اینها یکی باشه. من با شما صحبت میکنم، آنچه رو که دارم میگم حقیقتا باید از دلم بلند شه، بیاد بیرون، به شما گفته بشه، نه اینکه تو دلم یه چیز دیگه در مورد شما فکر کنم، به ظاهر بیام با چاپلوسی. این اسمش چاپلوسیه، این حقیقت گویی نیست، این راستگویی نیست، این خلافه حقیقته. بنابراین حقیقتاً چیزی رو که گفتم، پولس تیموتائوس جوان رو در مورد کار شبانی داره نصیحتش میده، داره بهش میگه که چطوری باید رهبری بکنه، و تو این بهش داره نسبت به افرادی هشدار داره میده که این افراد رو بنیاد ایمانشون نایستادن. اینا افرادی هستن که در کلیسا هستن، یعنی میبینیم که ریاکاری در کلیسا هم ممکنه حتی رخنه کنه. اینه که به اون داره هشدار میده، بهش میگه اونا رو بنیاد ایمانشون وانست دادن، اما تو تیموتائوس رو بنیاد ایمانت بیس. حقیقتش باید حرفا و شیوه زندگی ما با همدیگه همخونی داشته باشه. من این رو باز تاکید میکنم، کتاب مقدس در مورد رفتار ما به عنوان یه شخص که یه زندگی مسیحی داره ما رو نصیحت میکنه، میگه که به ما میگه که رفتار ما باید چطور باشه. باید رفتار ما با ادعاهای ما بخونه، چون که رفتارهای ما هست که ادعاهامون رو تایید میکنه یا رد میکنه. ما با رفتارمونه که آنچه رو که ادعا میکنیم نشون میده راست میگیم یا دروغ میگیم. میدونید این یه جورایی در حقیقت زندگی کردن خودش خودشو نشون میده. از ما انتظار میره ما متفاوت زندگی بکنیم،
باید عملها، اکسل عملهامون باید متفاوت باشه. عملها حساب شده است، اکسل عملهاست که اوتوماتیک انجام میشه. اگر ما روی این مسئله درون، روی چیز فکر ما کار بکنیم، عمل و اکسل عملهامون درست خواهد شد. در رساله سوم یوحنا آیه 4، یک باب بیشتر نیست، آیه 4 اینطور میگه، یوحنای رسول میگه خوشی بالاتر از این، بیشتر از این برای من نیست که بشنوم که فرزندانم، منظور ایمانداران اون کلیسایی که بهشون این رساله رو نوشته، که در راستی سلوک می نماین، در راستی دارن رفتار می کنن. این راستی که یوحنا میگه چیه؟ این یعنی انجیل راستی، انجیل حقیقت. عیسی خودش رو حقیقت و راستی می نامه. یوحنا 8:32 میگه حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. و این اون راستی هست که یوحنای رسول با شادی داره ازش صحبت میکنه. من راجع به زندگی خودم بگم، من با این آیه یوحنا 14:6 من به خداوند ایمان آوردم. در اونجا چی میگه؟ میگه من راه و راستی و حیات هستم. من راه و راستی و حیات هستم. و اصلا این مسئله راستی خدا یعنی شخصیت خدا. خدا خودش داره میگه من راهم، من راستیم، من حقیقتم، من حیات هستم. خب وقتی که این رو شعار بکنیم در زندگیمون و این رو یه جوری بکنیم اساسنامه زندگی ما، بر اساس اون زندگی بکنیم، در حقیقت ما در محبت خدا تکمیل میشیم. خیلی تعالیم هست، خیلی عقاید مختلف هست، ما تو اطراف ما خیلی چیزها رو به خورد ما میدن به عنوان حقیقت. من بارها گفتم تو برنامه، حقیقت نسبی نیست، حقیقت مطلقه. آنچه را که ما از حقیقت، از این سر از اون سر، هر کسی یه چیزی تعریف میکنه، این حقایقی که به ما میدن حقایق نسبیه، ولی حقیقتی که کلام خدا ارائه میده حقیقت مطلقه. اون حقیقتیه که در واقع خود عیسی هست. این اون چیزی هست که یوحنای رسول داره میگه، میگه خود شخص عیسی حقیقته، راستی هست. و چقدر خوشحالم که شما فرزندان من در این راستی، در این حقیقت دارید رفتار میکنی. در باب 5 افسوسیان پولس رسول یه سری نصیحت ها داره که خیلی به جا میبینم این رو تذکر بدم، اینو بخونم. آیه 8ش اینطور میگه زیرا که پیشتر تاریکی بودید، ظلمت بودید، لیکن الان در خداوند نور میباشید. در خداوند، وقتی که ما در خداوند هستیم باید یه فرقی با زندگی گذشته ما باشه، چون گذشته تاریکی بود، ریاکاری جزء زندگی گذشته است. الان که در او هستیم در نور هستیم. خالوش جان یه استراحت کوتاه داشته باشیم، برگردیم ادامه رو داشته باشیم. حتما. ممنون میشم. دوستان عزیز، در رابطه با موضوعی که داریم صحبت میکنیم، اگر شما هم صحبتی دارید، سوالی دارید، فرصت هست میتونید سوالاتتون رو بفرستید. یک تنفس کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. بله عزیزان، هستیم در خدمتتون در ادامه برنامه علامت سوال و موضوع ریاکاری. میخوام پیشنهاد بدم به شما عزیزان، اما اگر در این مورد صحبتی دارید، سوالی دارید، نظری دارید، با ما در میون بگذارید. همچنین میتونید سوالات دیگه‌تون رو هم برای ما بفرستید و حتما با کارشناس از برنامه مطرح خواهیم کرد. خالوز جان هستید. در رابطه با ریاکاری صحبت کردین، گفتین حتی ممکنه در جاهای، حتی به قول معروف اون افرادی که اعتقاداتی رو دارن یا دنبال میکنن، افراد مذهبی مخصوصا میتونن دچار این قضیه ریاکاری بشن. ما حتی این مثال رو هم داریم در کتاب مقدس که اون فریسی که
دعایی که میکرد یا اون به قول معروف ریاکاری هایی که داشتن راجع به اونها صحبت شده، یا اینکه به هر حال حتی ممکنه این درش واقعا بحثی نیست، ممکنه حتی توی یک کلیسا این اتفاق بیفته و اتفاقا من فکر میکنم افرادی که حالا کشیش هایی هستن که مثلا در کلیسا هستن و افراد پایین تر خیلی شاید ممکنه بعضی وقتا بیان و دور اونها رو بگیرن برای که محبوب شدن توی دلشون رو میخوان و ممکنه صحبت هایی حتی بکنن که زیاد چی میگن نمایشی بیشتر باشه، همونطور که گفتین، یعنی همه ما میتونیم دچار این مسئله بشیم برای اینکه حالا بخوایم گفتیم حالا اون سیاست رو بخوای به کار ببری یا بخوای تو دل اطرافیان جا باز کنی یا راهت رو پیش ببری، که یعنی این به این معنا نیست که حالا من اگر یک آدم نمیدونم مذهبی هستم یا یک آدم بلند مرتبه از فلانجا هستم نه من به این درد یا به این مشکل دچار نیستم یا نمیتونم بشم، اتفاقا ممکنه بیشتر در معرض خطر باشم. درسته؟ کاملا درسته. اتفاقا یکی از بیشترین هشدارهایی که عیسی در حرفاش به جمعیت حاضر یا به شاگردان میگفت، مرتب میگفت که از خمیرمایه فریسیان که ریاکاری باشه بر حذر باشید. مرتب ریاکاری این به اصطلاح فریسیان رو که افراد مذهبی بودن به شاگرداش یا به حضار میگفت که از اینها پرهیز بکنید، دوری بکنید. چرا؟ برای اینکه جوری میتونه از خود از طریق خود مذهب چی میگفت؟ بهشون میگفت که اینا نمازاشون رو طولانی میکنن، اینها در مقابل مردم خودشون رو روزه‌دار نشون میدن، به اصطلاح خیلی وقتی روزه میگیرن نشون میدن به مردم که بله من در روزه هستم. یعنی یه سری رفتارهایی که به اصطلاح ظاهر باشه، تو ظاهر خودشو نشون میده. مرتب به اینا میگه از این خمیرمایه شما دوری بکنید. ما داشتیم در مورد رساله 5 افسوسیان صحبت میکردیم، تو آیه 2 این رساله این رو میگه، میگه که در محبت رفتار نمایید چنان که مسیح هم ما را محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید. ببینید همه چیز رو حول و حوش محبت ما خوندیم، گفتیم که وقتی که آنچه رو که میگیم و آنچه رو که رفتار میکنیم اگر یکی نیست، ما در محبت خدا تکمیل نشدیم، کامل نشدیم و در دروغ داریم زندگی میکنیم. ریاکاری دروغه، یک واقعیته، یه دروغیه که داریم نمایشی بازی میکنیم در واقع براش. و تو همین رساله براتون خوندم، گفته که قبلا تو زندگی گذشته دو شما تو تاریکی بودید، اونجوری که تو تاریکی زندگی میکردید الان که تو نور هستید نباید اونطوری زندگی بکنید، زندگیتون باید زندگی باشه که حرف و عملتون یکی باشه. چرا؟ اونجا برمیگردید میگه مثل فرزندان نور رفتار کنید. نور خاصیتش چیه؟ نور آشکاره، هیچی مخفی نیست توش، چیزای مخفی رو تازه آشکار میکنه و هرچی رو ما گم میکنیم چراغ میندازیم روش پیداش میکنیم. درسته؟ در نور زندگی کردن یعنی اینکه بذارید مردم ببینن، بذارید مردم این رو ببینن، حقیقت رو ببینن، راستی رو ببینن. بعد اینو میگه، میگه زیرا میوه نور در کمال نیکوی و عدالت و راستی است. اگه در نور زندگی بکنیم این میوهش در نهایت در وقتی میوه خوب میرسه به اصطلاح به بلوغ رسید، میوه قابل خوردنه، نیکویی و عدالت و راستیه. این میشه میوه در نور زندگی کردن. و بعد برمیگرده میگه در اعمال بی ثمر ظلمت شریک مباشید بلکه آنها را مذمت کنید. این کلمه مذمت کردن یعنی آشکار کنید، یعنی نور بندازید روش، مخفی کاری نکنید. مرتب این رو تو این رساله مخصوصا تو این باب 5 خیلی بهش اشاره میکنه، خیلی به اصطلاح هشدار میده، میگه پس با خبر باشید چگونه به دقت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان. دقیقا داره پولس رسول به این مسئله میزنه. خب خود مسیح هم در متی باب 7 آیه 21 چی میگه؟ میگه که نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت آسمان به اصطلاح گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. این یعنی این که سخنان زبان ما
و رفتارهامون باید با همدیگه همخونی داشته باشه. نمیتونیم یه چیزی بگیم یه جور دیگه رفتار بکنیم. اگر بچه داریم یا ازدواج کردیم، افراد خانواده این رو اولین نفر هستن که میبینن. آنچه را که ما میگیم ما ادعا میکنیم در واقع زندگی نمیکنیم. خب شاهد داریم این وسط، تنها نیستیم. بالاتر از همه این که اون پدر نهانبین که در بالاست میگه میبینه اینها رو، همه اینها رو میبینه. در حال در مورد مسئله این که چطور به دقت زندگی بکنیم، همونطور که گفتم بینندگان عزیز اگر میتونن این رساله افسوسیان باب 5 رو به دقت بخونن، کامل این مسئله ریاکاری در این چیز به وضوح نوشته شده. حالا نمیدونم چقدر وقت داریم که آدم یه خورده بیشتر بخواد صحبت بکنه در این 5 دقیقه فرصت هست خواهر لیست. بله، تشویق میکنم بینندگان عزیز این باب رو بخونن، این رساله رو. من چند وقت پیش، چند سال پیش در واقع، باور کنید اغراق نمیکنم، من 13 بار رساله افسوسیان رو پشت سر هم خوندم، در چند روز البته یه بار نه، تا خوب بفهمم پولس رسول داره چی میگه. این رساله افسوسیان شاهکار رسالات پولس، البته همه رسالات شاهکار هستن، ولی واقعا حسابی اینجا میزنه به ریشه، ریشه رو داره انگوش گذاشته و روش چیز میکنه. خیلی به وضوح میگه، میگه چگونه با خبر باشید، یعنی مواظب باشید چگونه به دقت رفتار نمایید. یعنی حواستون باشه، همینجوری همرنگ جماعت هر که هرچی گفت سرمونو پایین نندازیم و وارد معرکه نشیم. خیلی از وقتا واقعا میگم دیدم توی چیز خیلی ها بدون این که فکر بکنن وارد دعوا میشن، چون یکی دیگه دست به یقه شده خودشون هم بدون اینکه جلو میرن. چی داره میگه پولس؟ پولس میگه که با دقت رفتار بکنید، مواظب باشید، مثل حکیمان رفتار بکنید نه چون جاهلان. درست. خیلی لوز جان، حالا سوالی که اینجا مطرح هست، اصلا ریاکاری میتونه جز گناهان باشه؟ بله، 100%. اتفاقا ریاکاری رو آورده در لیست گناهان، حالا یادم نیست کدوم رساله، ولی این هست جزء چیز. شما در کتاب مکاشفه وقتی که در مورد جایی که میگه در مورد ترسندگان و نمیدونم خبیثان و چی اسما رو میبره، ریاکاران رو هم اسم میبره. ریاکاری گناهه، دقیقا گناهه. برای اینکه اصلا وقتی که میگه اگر ریاکاری میکنیم دروغگو هستیم، خب دروغگوی خودش گناهه دیگه. دقیقا همطور. خب حالا یه سوال دیگه، شاید حالا شخصی باشه که اینجا داره برنامه رو میبینه میشنوه و برفرض بگه که خب من اگر بخوام ریاکار نباشم ممکن از یه شخص بدم بیاد، پس من باید برم هر چیزی، هر احساسی که دارم نسبت بهش رو برم رو در رو بهش بگم، یا مثلا اگه میبینمش محلش نذارم، یا میدونی خیلی رفتارهای دیگه که ممکنه من توی ذهنم دارم یا احساس دارم نسبت بهش و انجام ندم، من این بهتر هست یا اینکه خب نه بیام برفرض نمیدونم محبت کنم، به زبان دیگه باهاش صحبت بکنم، این چی جوری میشه اینا رو اصلا از هم تفکیک کرد که یک رفتار بیشتر ریاکارانه میتونه باشه یا اینکه نه مثلا ممکنه محبت باشه، چی جوری هست؟ بله، تو رساله غلاطیان وقتی که در مورد اعمال جسم اسم میبره، تو اون لیست اعمال جسم مشخصه که چیا هستن. خب ما رو تشویق میکنه به روح رفتار بکنیم. یه جایی که ما از یکی بدمون میاد، اگر گفتم نمیخوایم در ریاکاری باشیم، نمیخوایم دوگانگی در واقع در زندگی دوگانگی زندگی رو زندگی بکنیم، بهترین کار اینه همونطور که گفتم متفاوت فکر بکنیم، باید رو فکرمون کار بکنیم و در مسیر تولد تازه با روح القدس همکاری بکنیم. روح القدسه که میتونه اون تغییر و تبدیل درونی رو انجام بده. اینها یعنی من الان اگه تصمیم بگیرم مثلا از یکی خوشم نمیاد، به زور بخوام ازش خوشم بیاد، یا بیام به زبان یه چیزی بگم در حالی که تو دلم یک اتفاقی نیفتاده، دو بار این کارو بکنم، سومین بار لو میدم این قضیه رو. برای اینکه چرا؟ تصمیمی که گرفتم از جسم گرفتم، تصمیم جسم
دو بار میگیرم خسته میشم و یا یادم میره. اما اگر اجازه بدم روح القدس بیاد در من انقلابی رو شروع بکنه به عنوان تولد تازه و دوباره از سر نو، حتی اگر مسیحی هستم و دارم در ریاکاری زندگی میکنم، حقیقتا توبه بکنیم. وقتی متوجه میشیم در ریاکاری هستیم، توبه بکنیم و دوباره از سر نو زندگی خودمون رو برنامه ریزی بکنیم، با روح القدس همکاری بکنیم. این چیزی که میگه با خبر باشید، مواظب باشید که چگونه به دقت رفتار می نمایید، زندگی هر روزه است. این باید با روح القدس همکاری بکنیم تا اون طبیعت ما، طبیعتی که عوض میشه بر اثر تولد تازه، این به شکل طبیعی بیاد درست. خلاف ریاکاری بر. زندگی کنه. و متاسفانه در آخر این که افراد ریاکار انسانهای قابل اعتمادی نیستن و این رو بر صورت اطرافیان متوجه خواهند شد، چون ممکنه امروز بر فرض شخص بیاد پشت سر یه نفر برای من صحبت بکنه، حرف بزنه، بعد در جلوی خود من قربون صدقه اون شخص بره و من خب مطمئنن به فکر خواهم رفت، حالا نه یک بار دو بار این اتفاق بیفته، بعد بگم خب پس اگه اینجوری ممکنه نسبت به منم همین احساس رو داره، پشت سر من ممکنه خیلی حرفا بزنه یا احساسات داشته باشه، ولی در روبرو به قول معروف خودش رو عاشق و شیفته من نشون بده، پس مطمئنن به چنین افرادی نمیشه اعتماد کرد. خیلی ممنون، مرسی خالص جان از صحبتایی که کردین. اگر بحث تموم هست که بریم سراغ بعد از در واقع یک استراحت کوتاه، بریم سراغ سوالات عزیزان. دوستان عزیز، از همین الان تلفن ها بازه، میتونید با ما در تماس باشید مستقیما تلفنی، اگر هم سوالی دارید برامون بفرستید. بعد از استراحت کوتاه در خدمتتون خواهیم بود. بله عزیزان، خوش آمد میگم یک بار دیگه به دوستانی که شاید تازه به ما ملحق شدن. همونطور که میدونید با برنامه علامت سوال در خدمتتون هستیم و خوشحال میشیم اگر صحبتی دارید، نظری دارید، سوالی دارید با ما مطرح کنید. اگر در رابطه با موضوع اولی که صحبت کردیم، ریاکاری، بحثی هست، دوست داریم که از شما عزیزان بشنویم. همچنین سوالات خودتون رو میتونید برای ما بفرستید و هر موضوع دیگه هم هست که میخواییم مطرح کنید. همچنین اگر درخواست دعا دارید بفرستید، در آخر برنامه برای دوستان عزیزی که درخواست هاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. محمد عزیز، اول اینکه گفتن که خیلی وقت پیش سوالشون رو فرستادن اما جواب نگرفتن. محمد جان، من نمیدونم که سوال شما چی هست چون دوباره برای ما نفرستادی. البته یک سوال دارم به نام محمد، اگر این سوال شماست که خب چه بهتر، من الان مطرح میکنم، اما اگر سوالتون پرسیده نشده، من از شما خواهش میکنم که دوباره بفرستین سوالتون رو و پرسیده خواهد شد. محمد سوالی پرسیدن، گفتن که آیا به خاطر گناهان یک نفر همسر یا فرزندان وی از طرف خداوند تنبیه میشن؟ فرد مسیحی رو میشناسم که در اسارت پورنوگرافی و سکس چت بوده و همسرش به بیماری سرطان دچار شده، سرطانی که دقیقا شریک این آقا داشت به همسرش منتقل شده. میخوان بدونن آیا ممکن هست که به خاطر گناه شخص دیگه ای همسر و فرزندان دچار اون بشن، مشکل بشن؟ ببینید، ما در عهد جدید زندگی میکنیم. این قانون اگه یادتون باشه در زمان موسی، در وقتی که از مصر بیرون می آوردن، بله شخص رو با خانواده به اصطلاح تنبیه میکردن، ولی ما الان بعد از اینکه به اصطلاح مسیح مصلوب شد و قیام کرد، بعد از کفاره مسیح، ما در عهد جدید زندگی میکنیم و در خدا از خود شخص انتقام میگیره، نه از فرزندان و از همسر. ما شاید بپرسید که به اصطلاح خب تو عهد جدید
جدیدم ما حنانیه و سفیره رو داریم که زن و شوهر به اصطلاح هر دو کشته شدن. خب البته اینو باید بگم، اگر زن و شوهر شریک میشن، با همدیگه توافق میکنن در ارتکاب یک جرم، در یه چیزی توافق میکنن با همدیگه، خب اون یه حساب دیگه یه شریک جرمن در واقع. اما اگر همسر به اصطلاح حالا خبر نداشته که ایشون در اسارت به اصطلاح پرن اینا بوده و این چت اینا رو داشته، اگر خبر نداشته، نه، همسر به خاطر چیز گناه شوهر تنبیه نمیشه. من یه همچین باوری رو ندارم حقیقتشو بخواد، ولی این احتمال هست که این آقا با اون شریک اینترنتیشون به اصطلاح، با اون کسی که ممکنه برای به اصطلاح خانم در توافق با اون شخص بوده باشه، البته این حدس منه، که دوتایی به اصطلاح به ضد این خانم باشن، که باز کم میبینم این قضیه رو. البته خوشحالم که خودشونو سرزنش میکنن، برای اینکه واقعا کاری که انجام میدن قابل سرزنش هست. یک کسی که مسیحیه و در کلیسا هست، همچین اسارتی داره، باید با این اسارت خودش برخورد بکنه، ولی قرار نیست که همسرش به اصطلاح شریک باشه در این مورد. ما تو حزقیال باب 18 آیه 20 میگه که هر که گناه کنه خودش میمیره، پسر متحمل گناه پدرش نمیشه و برعکس. به اصطلاح میگه که عدالت مرد عادل بر سر خودش خواهد بود، نمیاد. و اینو در حزقیال ما میخونیم، این رو تازه قبل از کفاره عیسی مسیح. ما این دوست عزیز که به اصطلاح حالا این مطلب رو نوشتن فرستادن، ممکن خودشون رو سرزنش میکنن به خاطر این قضیه که حالا به خاطر خودشون خانومشون اینطور شدن. نمیدونم حقیقتش بگم یا نه، ولی ما توی یوحنا باب 9 در مورد کور مادرزاد وقتی که میخونیم، برمیگردن ازش میپرسن کی این گناه کرده، این شخص یا پدر مادرش. مسیح چی گفت؟ نه این شخص، نه پدر مادرش، بلکه تا جلال خدا در این مسئله ظاهر بشه. اینه که خدا با هر کسی به شکل تک تک، یعنی هر کس برای گناهان خودش تنبیه میشه. من نوعی برای گناه من اگر در عدالت هستم، آخه این یه خورد بی‌انصافی هم میشه، اگه من در عدالت هستم به خاطر بی‌عدالتی یکی دیگه من بخوام تنبیه بشم، این عادلانه نیست. من فکر نمی‌کنم خدایی که خودش خدای عادل می‌خونه همچین کاری بکنه. بنابراین من این فکر رو مقدار غلط می‌بینم. اما چیزی که کمکی که به این قضیه می‌تونه بکنه و ایشون توبه بکنن و برای بیماری همسرشون دعا کنن، به نمایندگی به اصطلاح از کاری که انجام دادن، به اون کسی که باهاش به اصطلاح در ارتباط بودن، حالا هر مدلی، از این گناه توبه بکنن، دوباره پلهای خراب شده رو به قول معروف به کمک خداوند درست کنن و بر همسرشون دعا بکنن که خداوند شفا بده. ولی فکر نمی کنم مشکل همسر، این تشابه چیز ممکنه یه چیز تصادفی باشه، یا دوتاشون با هم توافق بکنن به ضد همسر ایشون دعایی بکنن یا نیتی داشته باشن. نمیدونم، باز نمیتونم زیاد در این مورد خیلی قضاوت بکنم بگم حتما همینه. بله، البته آقای محمد از طرف شخص دیگه ای گفته بودن، خودشون مثل که نبودن. برصورت مسئله این هست که نه، این اتفاق نمیفته، به خاطر گناه دیگری کسی دیگه جزا نمیشه و مشکلی ایجاد نمیشه. احمد عزیز هم سوالی پرسن، گفتن که آیا پشت سر مرده حرف زدن گناهه؟ حقیقتش بخواید نه، پشت سر مرده اگر خوب صحبت میکنیم، دوستانی هستن که من
خب ما هممون افرادی رو داریم از خانواده که از این دنیا رفتن و یادشون میکنیم و بسیار هم چیزای خاطرات خوبشون رو، اما پیشم اومده افرادی مردن که بعد از اینکه مردن گند قضیه در اومده، تازه پشت سرشون بیشتر بله در رابطه با بد حرف زدن هست معمولا. بله هزار یک کارای کثیف انجام داده، حالا که مردن پس بیایم در مورد اینا خوب صحبت بکنیم؟ نه این درست نیست. اولا این خرافاته، این مسئله که پشت سر مرده، من حالا نمیدونم تو چه مذهب و در چه مرامی این مسئله هستش، ولی در کلام خدا همچین چیزی رو نمیبینیم که بگن که پشت سر مرده. اگر شخص عادل بوده خب از عدالتش و چیزای خوبش میگیم، اگه شخص ظالم و بدی بوده خب برمیگردیم میگیم، چه بسا افرادی بودن در درون خانواده هزار یک ظلم و ستم به قول معروف نسبت به بچه هاشون، به زن شوهر انجام دادن، خب حالا وقتی حالا مردن پس قدیس شدن، نه همچین چیزی. خب شاید شاید به خاطر این که میگن اون شخص دیگه نیست از خودش دفاع کنه، خود نکن چیزیه دفاع نکنه، اینجا میدونید تهمتی نیست، یه واقعیتی که بعضی افراد عادلانه زندگی نمی کنن و همه کسایی که میمیرن حقیقتاً همه درستکار و عادل نیستن. میگه آفتاب چی میگم بر بدان و نیکان به یکسان میتابه، همه بالاخره میمیرن، همه افراد دنیا هر کی به دنیا اومده 100% میمیره، پس بگیم در مورد اینا پشت سرشون صحبت نکنیم. ما در مورد پسرمون خیلی هم صحبت میکنیم، خاطرات خوبشو میگیم، از پدرم از چیز خاطرات خوبو میگیم، خیلی هم خوشحالیم و خیلی هم خوشحالیم از این نظر که خاطرات خوبی از خودشون به جا گذاشتن، ولی خب افرادی رو میشناسیم که خیلی ظلم و ستم کردن و هیچ وقت هم نمیایم خلاف واقعیت رو بگیم. این ریاکاریه، این خودش برخلاف اون چیزی که گفتیم صحبت مطلب برنامه امروز خواهد بود. درست. نه دوست عزیزی هم سوالی پرسن، گفتن که چرا حضرت آدم رو پسر خدا نمیدونیم؟ چی؟ یعنی ما نمیگیم آدم پسر خداست؟ پسر خداست. واقعیت اینه که اولا خدا به آدم نگفت و پسر منی، آدم رو به عنوان چی میگن آدم آفرید، نگفت تو پسر منی، بهش گفت تو بر این زمین مسلط شد و حکمرانی کن، هیچ حرفی از این نزن. اما در مورد مسیح بعد از تعمیدش که یحیی وقتی تعمیدش میده، ما میبینیم میگه روح القدس مثل یک کبوتر از به اصطلاح میاد نزول میکنه و بعد صدای از آسمان شنیده میشه، میگه این است پسر حبیب من که از وی خوشنودم. این پسر خدا بودن رو، لقبی رو که داده شده، انسان ها ندادن، اینو خود خدا داده، خود خدا برگشته به عیسی گفته که این است پسر حبیب من. و در جاهای مختلف ما میبینیم و همین خود عیسی نسبت به یکی از چیزایی که در بین مذهبیون به اصطلاح خیلی مخالفت نسبت بهش ایجاد میشد، برای اینکه خودش رو پسر خدا میدونست، خودش رو با خدا برابر میدونست، یعنی یک صحبتهایی میکرد که خلاف بود در حالی که از دید انسان، در حالی که همه اینها در کلام خدا نوشته شده. عیسی اون چیزایی رو میگفت که به اصطلاح بود، ریاکاری نبود، حقیقت رو داشت میگفت. اما در مورد آدم ما نمیبینیم همچین چیزی گفته بشه، هیچ جای کلام خدا ما نمیبینیم آدم رو پسر خدا بخونه. درسته، من فهم میکنم بیشتر شاید این دوست به خاطر اینکه خب آدم اولین انسانی بود که به وجود اومد آفریده شد، به این دلیل میگن که چرا اون پسر خدا نام گذاری نشد. بله این احتمال هست. یه سوال دیگه بپرسم قبل از اینکه بریم و استراحت داشته باشیم. منیژه عزیز پرسیدن، گفتن که در مورد کار با یوگای خنده، آیا یوگای خنده با مسیحیت هماهنگی نداره و آیا یک مسیحی میتونه برای شاد کردن مردم از یوگای خنده استفاده کنه و هزینه زندگیش رو در بیاره؟ منیژه عزیز، این کلمه یوگا به خنده چسبیده شده،
آره، یه روش تکنیکیه، یه چیزیه که با تنفس، با به اصطلاح تکنیک هایی که برای ریه استفاده میکنن، با خنده به اصطلاح میخوان یک شادی رو به وجود بیارن. واقعیت اینه که خب خنده برای، میگن ما تو فارسی میگیم خنده برای هر دردی درمانه، اگه اشتباه نکنم این زبان مثلا، بر هر درد بی درمان دواست، درمان دواست. بله، یه همچین چیزی در مورد خنده، خود خنده مسئله نیست، کلام خدا هم تشویق میکنه که ما به اصطلاح هر چیزی رو با نمک، میگه که حقیقت رو با نمک آغشته کن بده، یعنی یه خورده همچین شیرینش کن و خنده دارش کن، بردار ارائه بده. اما مسئله یوگا دو جنبه داره، مسئله فقط مسئله ورزشی یا تکنیکی که دارن به کار میبرن نیست، مسئله اون به اصطلاح مدیتیشنی هست که انجام میشه. خود خنده، خب دوست عزیز برای منبع درآمد حالا میتونن کلاس خنده بذارن، فیلمای کمدی بذارن، یه چیزایی کلاسایی رو بذارن که مردم رو شاد بکنن، ولی وقتی که به مسئله یوگا میرسه، مسئله مدیتیشن مطرح میشه. مدیتیشن رو به این شکل به عنوان یوگا چیز کلام خدا تایید نمیکنه، برای اینکه اینها در رابطه با عالم ارواح به اصطلاح هستن. اینه که اون جنبه رو، نه خود خنده رو قبول دارم، یوگاش رو قبول ندارم. به خاطر ما حتی در ورزش یوگا الان هستن افرادی که ورزش یوگا انجام میدن، الان یوگا رو دو به دو صورت کردن، یکیش فقط ورزششه، یکی هستن افرادی که هم ورزش رو با مدیتیشن انجام میدن. من اونو مخالفم، ولی به عنوان ورزش یا به عنوان خنده نه. درسته، در واقع به خاطر اون فلسفه‌ای که در پشتش هست، به همین دلیل مسیحیت اومده. چون این از هندوستان اومده، اصلا خود یوگا از هندوستان اومده، سال فکر کنم 1995 بوده، یه شخصی به اسم مدن کتارایی همچین چیزی این یوگای خنده رو ایجاد کرده که تو چیز خودش در واقع مدیتیشن هم جزش بوده، و تکنیکی که خب شده خود خنده در حالت عادی بد نیست، ولی اگر خدای نکرده این شدت خنده به جایی برسه که طرف از خنده بمیره، میخوان چیکار کنن؟ چون توی اینجور مجالس این خطر هست که کنترل از دست بره و شخص اونقدر بخنده که بمیره. عجب. بله هست همچین چیزی. مرسی، ممنون خواهر جان، خیلی مواظب. مرسی، ممنون. اگه اجازه بدید یه ساعت کوتاه داشته باشیم، موزیک ویدیو ببینیم بشنویم، در خدمتون خواهیم بود. ما باشید. چه فیض و فداکاری که مسیح بهر ما بریخ، خونه گران بهایش تا ابد سراییم او را، نامش را بستاییم چون صلیب کامل و پر از فیض بود.
عزیزان، بیننده برنامه علامت سوال هستید. ممنون و تشکر که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. همچنان فرصت باقی است، اگر سوالی دارید، صحبتی دارید، نظری دارید و شهادتی دارید و یا اینکه درخواست دعا دارید، حتما با ما مطرح کنید. میتونید از طریق تلفن برنامه با ما مستقیما در تماس باشید، سوالتون رو به صورت صوتی مطرح کنید و یا اینکه از طریق راه‌های ارتباطی تلگرام، واتساپ و همچنین وایبر برای ما سوالاتتون رو بفرستید. فراموش نکنین، خواهش میکنم ازتون که درخواست های دعاتون رو بفرستید تا در آخر برنامه براتون در دعا باشیم. خیلی وقتها این اتفاق افتاده که زمانی که داریم دعا میکنیم عزیزان تازه میفرستن سوال درخواست های دعاشون رو یا در آخر برنامه و متاسفانه فرصت نمیشه توی برنامه براشون دعا کنیم. البته که دعا خواهد شد، اما به صورت زنده در برنامه اسامیشون گفته نمیشه و درخواست ها گفته نمیشه. پس خواهشن این کار رو حتما زودتر بکنید و بفرستید درخواست هاتون رو. خیلی ممنون و تشکر. اما وحید عزیز، خیلی جان هستید. وحید عزیز، ضمن عرض سلام گفتن ممنون از برنامه پربار و پربرکتتون، فیض خداوند همراه همه ما باشد، آمین. گفتن که در پیدایش 7:42 در خصوص برخورد یوسف با برادرانش میگه که یوسف چون برادران خود را دید آنها را شناخت، اما با ایشان همچون بیگانه رفتار کرد و به درشتی با ایشان سخن گفت و پرسید از کجا آمده اید؟ پاسخ دادن از سرزمین کنعان آمده ایم تا غله برای خوراک بخریم. آیا اینکه یوسف خود را به برادرانش بیگانه جلوه داده و خود را فوراً معرفی ننموده و با درشتی سخن گفته خود در عمل نوعی دروغ و ریاکاری نیست؟ درست است که شاید هدفی داشته، ولی آیا میشه برای هدفی درست دروغ و ریاکاری کرد؟ نه، حقیقتش اولا که موقعی که یوسف رو میفروشن 17 ساله بوده، الان 30 خورده سالشه، یک چیزی گذشته، دوره‌ای گذشته، به همون نسبت روی برادرها اولا احساس میکنم که بیشتر میخواست مطمئن بشه که اینا حتما همونا هستن. ولی همونطور که میبینی وقتی کل داستان رو انسان از چیز بررسی میکنه، اون هدفی که یوسف داشته، ما میبینیم یوسف برمیگرده این رو میگه، میگه که شما هدفتون این بود که ضرر بزنید، اما خدا این رو به خیریت برگردون و باعث نجات به اصطلاح قوم شد. داره این رو میگه. شخصیتا یوسف در چیز میبینیم که همچینم آدم بگی خیلی ماله، در یه برنامه مال دختران سارا در مورد یوسف صحبت کردیم بکنم، در مورد شخصیت یوسف که چقدر مغرور و چقدر به اصطلاح کسی بوده که نسبت به خوابها و چیزش فخ میفروشته میفروخته. ما نمیبینیم که یوسف همچینم خیلی از روی عدالت باشه. خیلی از، نه تنها یوسف، تا شما تمام شخصیت‌های بزرگ کتاب مقدس رو نگاه بکنی، هر کدومشون یه ایرادی تو زندگیشون بوده، فقط یوسف نبود. از همون ابتدا، از خود آدمش گرفته به ابراهیم و به نمیدونم جلوتر به یعقوب، اینا میبینیم که اینا هر کدومشون یک دوره نادرست، اگر بگم یا بگم دروغ یا ریاکاری، نمیدونم اسمشو چی بذارم، حقیقتا بر طبق اون استانداردهای خدا نبودن. اولا هنوز شریعت داده نشده بود تو چیزشون، اینها بر اساس وجدان داشتن چیز میکردن و سینه به سینه به قول معروف هرچی که نقل شده بود انجام میدادن زندگی رو. ولی هیچ جا ما نمیبینیم کسی عادل باشه. در کلام خدا میگه عادلی نیست، یکی هم نیست، پیدا نمیشه. اگر فکر میکنیم بقیه افراد مثل موسی یا نمیدونم ابراهیم اینها خیلی درست بودن، نه، اشتباه میکنیم. ولی زیبایی کار خدا اینه که همه ما بدون استثنا ایراد داریم و خدا از ماهایی که ضعفا هستیم و جاهلان به قول معروف، حالا بنا نسبت شما، برای خودم دارم این رو میگم، از ماها داره استفاده میکنه برای کاربرد، برای پیشبرد نقشه خودش. اینه که ولی میبینیم که در انتها
وقت چقدر این افراد عوض میشن. همه اینها در ابتدا یه سری کلکای روش‌های انسانی داشتن و بعدن با ملاقاتی که با خدا داشتن میبینیم عوض میشن. این در واقع اول تا آخر زندگی رو وقتی چک میکنیم آخرشون مثل اولشون نیست، میبینیم که حقیقتاً اون دور چیز خودشون رو به کمال میرسونن اغلبشون. درست، بسیار عالی، ممنون خاله‌لویز جان. ماهرخ عزیز ضمن عرض سلام و درود گفتن که من از یک نفر خیلی نزدیک رنجیده شدم ولی او رو بخشیدم، نمیدونم چرا هر موقع اسمش میاد حالم بد میشه، با اینکه اونو بخشیدن همچنان حالشون بد میشه، و اینکه من احساس میکنم هنوز تعمید آب و روح نگرفته باشم، نمیتونم فراموش کنم. آیا دلیلش چی میتونه باشه؟ چند دفعه منو ناراحت کرده که گریه کردم. متاسف هستیم. آیا دلیلش چی میتونه باشه؟ متوجه نشدم. گفتن نمیدونم دلیلش چی میتونه باشه که نمیتونن فراموش کنن و همچنان ناراحت هستن با اینکه بخشیدنش. بله، خب ماروخ جان باید بگم که یه سری افراد هستن کلن دیر فراموش میکنن، این جزء شخصیت خیلی ها هست، اما در مورد بخشش وقتی که میرسه کلام خدا میگه که خب ببخشید. من قبلا هم گفتم تو بعضی از برنامه ها، ما وقتی میگیم در مورد بخشش، اونی که خدا انجام میده خدا فراموش میکنه، ولی ما انسان ها نمیتونیم فراموش بکنیم. واقعیت این که حافظه در ما ساخته شده نسبت به اون شخص و ما یک حافظه ای تشکیل دادیم، اون شخص یک سابقه ای در فکر و وجود ما گذاشته، حافظه ای ایجاد کرده که هر دفعه میبینیمش تلخی میاد. من قبلا توضیح دادم تو مغز ما تصاویر داریم و به اصطلاح صدا داریم و چیز بو، که به هر کدوم از اینها یک احساس وصله. خب کاری که روح القدس میکنه در مورد بخشش، اون احساس رو جدا میکنه. نشانه بخشش اینه که اگر شما اون شخص رو ببینی یا اینکه اون شخص رو به یاد وقتی میاری، اگر در شما اون تلخی یا رنجش یا عصبانیت رو در شما ایجاد نمیکنی، یعنی اون رشته اون احساس پاره شده در حافظتون. این کار رو روح القدس انجام میده. ما هر چقدر زور بزنیم بگیم من میخوام ببخشم، مثل اون صحبتی که با سلی جان داشتیم در مورد ریاکاری، تصمیم منه، تصمیم انسانه. وقتی که من تصمیم میگیرم، تصمیم از رو جسم میگیرم که تصمیم میگیرم حالا الان مثلا خوب باشم، الان درست رفتار کنم، نسبت بهش فکر خوب داشته باشم. چون روح القدس دخالت داده نشده، از روح القدس کمک نگرفتم، این وسط تنهایی خودم رفتم به جنگ این قضیه. همطور که گفتم بعضی افراد سخت‌تره براشون، برای اینکه فراموش نمی‌کنن. چیزی که ماروخ عزیز میتونم پیشنهاد بدم در این مورد اینه که اسم شخص رو بنویسید و هر روز براش دعا بکنید، مخصوصاً هم دعا بکنید حتی اگر برخلاف میلتون باشه، چون یک سری هست اونجا. وقتی به صدای بلند برای یک شخصی دعای برکت میکنید، این وسط طرف اون شخص، خدا با اون کار خودشو میکنه، خدا داوری خودش یا هر کاری بخواد بکنه اون سر جای خودش. خب آنچه که اینجا انجام میشه قضیه من میشم، من این وسط میتونم راحت تر با روح القدس همکاری بکنم که اون احساسات بریده بشه و من به یاد بیارم ولی در من درد تولید نشه. این رمزیه که در مورد بخشش و نبخشیدن ما میتونیم به قول معروف رو خودمون رو امتحان بکنیم که آیا کسی رو بخشیدیم یا نبخشیدیم. گفتن نیست، اصلا نیست. کلام خدا میگه برای دشمنانتون دعای خیر بکنید، برای کسایی که به شما آزار میرسونن و لعن میکنن و چیز بکنن، میگه دعای برکت بطلبید. اینو امتحان بکنید، شما این آیه رو به کار ببرید، با روح خدا همکاری بکنید. من قول میدم بعد از یه مدت، یک شبه انجام نمیشه، این از الان بهتون بگم، برای اینکه شما از اون تیپ افرادی هستید که دیر فراموش میکنید. مشخصه اینطور که میگه البته این چیز بدی نیست، اگر نیکویی های خدا، رحمت خدا، کارهای خدا رو دیر فراموش میکنید، خدا رو شکر برای این، خدا رو شکر، این خصیصه خوبیه براتون. اینه که در این مورد مرتب دعا بکنید، اگر شده
اسمشو هر جا بنویسید شخص رو به یاد، وقتی که اسمشو میبینید به یاد میارید. الان براش دعا، یه دعای کوتاه سری، خدای فلانی رو برکت بده، غذا رو سفرش بذار، خدای اگه بچه داره صاحب نوش بکن، نوهاشو برکت بده، بچه‌هاشو برکت بده، شوهرشو یا زنشو برکت بده. این تیپی مرتب براش دعا بکنید، مطمئنم یواش یواش محبتش تو دلتون میاد و راحت‌تر میتونید فراموش بکنید قضیه. خاله جان، یه چیزی که حالا توی ذهن من اومد، خب اولا این که این شاید یه وقت مثلا افراد فکر کنن که چون خدا باید این احساس، یعنی به ما کمک کنه، روح القدس به ما باید کمک کنه برای بخشش، خودشون قدم رو بر ندارن. اتفاقا خب این مهم هست که من تصمیم بگیرم که بخوام ببخشم، ولی خب بعد دیگه در آخر باید واقعا بسپارم دست خدا و خودم هم کمک کنم. چون بعضی وقتا هم فکر میکنیم که خب حالا من تصمیم گرفتم، ولی خب حالا بازم همچنان افکار بد رو سعی کنم بیارم توی ذهنم یا احساسات بد رو. نه، باید از اینا سر اونجایی که میشه دوری کرد، به ذهن خودمون نیاریم، سعی کنیم که تا یه چیزی میاد توی ذهنمون، اینا رو که دارم میگم حالا من از تجربه شخصی خودم دارم میگم، تا یه چیزی میاد توی ذهنت، نمیدونم، حتی شده آهنگ پرستشی گوش کنی، حتی شده اون لحظه دعا بکنی، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. و اینکه خب بعضی وقتا این زخم ها اینقدر عمیق هست قادرش که واقعا احتیاج به زمان داره. بعضی وقتا ما چون اتفاقا طول میکشه بیشتر احساس گناه میکنیم، همش میگم من که این شخص رو بخشیدم، چرا هنوز من این احساس رو دارم؟ و این احساس باعث میشه که بدتر منو ناآروم کنه، در صورتی که وقتی من میدونم که تصمیمم رو گرفتم و خدا هم در اینجا در کنترل روی من کار میکنه و من خودم رو باز گذاشتم برای کار خدا، پس مسلما موفق خواهم شد. ولی ممکنه بعضی وقتا من شخصا این باور دارم، ممکنه یه بخششی که کاملا صاف بشه دل من، ممکنه چند سالم حتی طول بکشه بر اساس اون زخمهایی هست که اتفاق افتاده و ایجاد شده. درست. هر چی زخم عمیق‌تر باشه، سخت‌ترم از وجود میره. به قول معروف، به قول شما درست میگید، ممکنه حتی چند سال طول بکشه. ولی اون چیزی رو که گفتم، ببینید، یک همکاری بین ما و روح القدس. روح القدس نمیاد از آسمون مستقیم بیاد و چیز ما رو عوض کنه اگر ما اجازه ندیم. باید اجازه بدیم روح القدس در حافظه ما، در وجود ما کار بکنه. همطور که گفتم، وقتی که دعا میکنیم برای شخص، به خصوص وقتی شروع میکنیم براش دعا کردن، این یواش 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 تو وجود ما، تو روح و روان ما، این میاد ساکن میشه. ما وقتی یک تصمیمی رو مصمم میشیم، بعد قوه روح القدس رو میایم بهش اضافه میکنیم، بی اندازه موفقیت میتونم بگم در این مسئله هست. هرچه زخم عمیق‌تر، طولانی تر آزاد میشیم، ولی حتما آزاد میشیم. این من بر این باور نیستم که چیز نیست، چون واقعا خدا مغز ما رو جوری آفریده ما میتونیم. همطور که گفتم فراموش نمی کنیم، ولی اون احساس بریده میشه، اون درد برداشته میشه، اونجاست که میفهمیم بخشیدیم. بله، درست، همینطور. مرسی ممنون خالوز جان. تنفس کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم در ادامه سوالات. با ما باشید. در ادامه برنامه علامت سوال در خدمت شما عزیزان هستیم و ممنون و تشکر از سوالاتی که مطرح کردید. همچنان فرصت باقی است، اگر سوالی دارید، نظری دارید، پیشنهادی دارید، شهادتی دارید، با ما در میان بگذارید. و همچنین برای درخواست‌های دعاتون عزیزان فرصت هست، بفرستید و در آخر برنامه برای شما عزیزان در دعا خواهیم بود. من نمیدونم چرا صدام گرفت امشب، در واقع فکر می‌کنم خاک زیاد هست توی استودیو. خب امیر عزیز، خیلی ممنون امیر جان، گفتن درود خداوند قدوس بر شما عزیزان و مهربانان و خدا قوت. خیلی ممنون، مرسی امیر جان از دعای زیباتون و ممنون که بیننده برنامه خودتون هستید و
تشکر از سعید عزیز که برکت خواستن برای ما. خیلی ممنون، برکت خداوند با شما عزیز هم باشه. فرشاد از سوالی پرسیدن، ضمن عرض سلام و خسته نباشید، گفتن که در اناجیل ذکر شده که عیسی 3 روز و 3 شب در قبر ماند، اما هر جور که حساب میکنم از جمعه تا یک شنبه به هیچ عنوان 3 روز و 3 شب نمیشه، لطفاً توضیح بدید. بله، البته این سوال برای خیلی ها هست فرشاد عزیز، فقط نیستن، این یه خورده گیج کننده است، برای اینکه کتاب مقدس از تقویم یهودی داره صحبت میکنه. اینجا مسیحو که مصلوب میکنن اون 3 روز 3 روز تقویم یهودیه، یعنی 12 ساعت هست، هر 12 ساعت یه روز حساب میشه. ما 24 ساعت رو به شکل طبیعی 24 ساعت رو یک شبانه روز میبینیم، در حالی که در تقویم یهودی این 2 روز حساب میشه. وقتی که با تقویم یهودی به شکل 12 ساعته که از 6 غروب تا 6 صبح به اصطلاح بعد اینطوری حساب میکنن، به اصطلاح طلوع صبح بعد غروب که میشه 12 ساعت میشه 3 روز یهودی. این به اصطلاح تقویم یهودیه، فرق در اینه، اونطوری حساب بکنی 3 روز میشه. هنوز هم همینطور هست تقویم به یهودیان؟ الان رو نمیدونم، ولی در گذشته احتمال زیاد هست. بله درست، احتمال زیاد هست، برای اینکه اینا سبت رو اینطوری حساب میکنن. درست، بله بعد 12 ساعتی مال اینا. ممنون خاله جان از توضیحاتتون. ماریای عزیز سلام کردن، برکت خواستن، خیلی ممنون ماریا جان، و گفتن که برنامه بسیار مفیده، جواب بیشتر سوالاتم رو میگیرم، جلال برنامه مسیح و شکر برای وجود شما عزیزان که ما رو خدمت میکنین، دوستتون داریم. خیلی ممنون، مرسی ماریا جان، ما هم شما رو دوست داریم، خدا شما رو هم برکت بده و خدا رو شکر، مرسی واقعا از اینکه وقتی عزیزان میگن که سوالاتشون رو جواباشو میگیرن و برکت میگیرن، برای ما برکت مضاعف داره و خدا رو شکر میکنیم. خستگی از سرمون در میاد و واقعا خدا رو شکر، خدا رو شکر که خداوند واقعا این راه رو به وجود آورده که ما بتونیم شما رو خدمت کنیم و شما عزیزان هم برکت بگیریم، همچنین ما. بیننده عزیزی گفتن که به قول داستانهای موسی و شبان، سلطان و شبان، همواره شبان را با چوپان یکسان دانستن و ترجمه شبان به انگلیسی رو هم پستور. آیا به راستی شبان همان چوپانه؟ خیر، به هیچ وقت، بلکه شبان فردی است که بز گله رو تربیت میکنه تا او چوپان رو در فعل گله داری کمک و یاری رسان باشه. حال برخی بز گله رو با شیطان یکی می دانن. چه کسی شیطان رو تربیت می کنه؟ یا همون الگوهای رأس هدایت گوسفندان رو؟ گفته شده پیامبران چوپانهایی هستند که مردمی که همانند گوسفند می باشن رو هدایت و راهنمایی می کنن. بله، در مورد سوالی که این بیننده عزیز کردن، باید بگم که این مفهوم شبانی و به اصطلاح مسئله گوسفند و این چیزها یک تمثیلی هست که کتاب مقدس ازش استفاده کرده، نویسندگان کتاب مقدس این رو به کار بردن. البته با مطلبی که بیننده عزیز گفتن، من یک قسمتش رو یه خورده زیاد موافق نیستم باهاش، رو قسمتی که میگه که این چوپانان به اصطلاح بز گله رو تربیت میکنن، بز گله رو اینا تربیت میکنن. شبان، چوپان، هم گوسفند هم بز، همه چی تحت اختیارشه. اینه که اون چرا که کتاب مقدس تمثیل میکنه افراد رو به شکل گوسفند و خدا رو به عنوان شبان به اصطلاح میبینه. خب ما مزمور 23 رو داریم که خیلی معروف از این نظر، در مورد این که میگه خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. اینو خود داوود داره میگه، داوود خودش رو به عنوان یک گوسفند میبینه این وسط. و
در مورد مکالمه ای هم که بین عیسی و پتروس هست در یوحنا 21، جایی که بعد از این که به اصطلاح قیام میکنه، از مردگان زنده میشه، قیام میکنه، آخرین باری که به پتروس اینا ظاهر میشه برمیگرده قبل از چیزشون جا، در حیطه شبانی کلمه شبانی رو داره استفاده میکنه ازش. چی میگه؟ سه بار بهش برمیگرده میگه که آیا منو محبت میکنی، آیا منو دوست داری، و خب پتروس هم در مقابل اون جواب میده. ولی عیسی، حرفی که عیسی بهش میزنه چی میگه؟ میگه برهای منو خوراک بده، بعد میگه گوسفندان منو شبانی کن، یا میگه گوسفندان من رو خوراک بده. این مسئله به اصطلاح تمثیل شبان و گوسفند، از این نظر که اولا گوسفند یک حیوان بسیار بی‌دفاعیه، از خودش هیچ گونه اسلحه‌ای که تو بدنش باشه نداره، این تنها کاری که بخواد بکنه روی دوتا پاش واسته و اینطوری بزنه. هیچی، نه دندون تیز داره، نه شاخ تیز داره، نه بگید مثلا لگد میزنه، نه چیز خاصی نداره بخواد از خودش دفاع کنه. و بدون استثناء اگر یکی یه گوسفند جلو بیفته، همه گوسفندا کلشون رو میندازن پایین، همه میرن، یعنی دنبال روه. یک شباهت هایی هست اینجا که کلام خدا از این تشبیه استفاده میکنه برای توضیح رابطه شبان و گوسفند. از این نظر که ما در مورد ریاکاری صحبت کرد، امروز گفتیم انقدر این مسئله در جامعه تنیده شده که اصلا خودمونم متوجه نیستیم و داریم اونو زندگی میکنیم. خب این زندگی گوسفندواره، برای اینکه هرچی میبینیم همونو تقلید میکنیم، دنبال رو هستیم، یکی یک چیزی میکنه ما هم دنبالش میریم. اولا از نظر بیدفاع بودن گوسفند، دوم به خاطر چیزش، یعنی گوسفند انقدر چیز، اگر چوپون صدا نزنه اونقع میخوره که میمیره، حتی برای اندازه معدهش، اندازه معدهش رو نمیدونه گوسفند تا این حد. یعنی دیگه بدترین نوع حیوان رو خدا ما رو تشبیه کرده به اون، که برای غذا، برای هدایت، برای مراقبت. مزمور 23 بسیار زیبا اینا رو، البته در وقت برنامه نیست ما بخوایم این مسئله رو توضیح بدیم، ولی عمدن این حیوان رو انتخاب کرده خدا برای این، به خاطر کارهایی که ما انسان‌ها می‌کنیم به یه جوری خودمون رو به اصطلاح ربط میدیم به این قضیه. اما شبان اعظم، عیسی خودش رو شبان اعظم میخونه و خودش رو به عنوان چوپانی شبانی میبینه این وسط، که حاضر جان خودش رو برای گوسفندانش بده. یعنی تا این حد. این اتفاقا تمثیل بسیار زیبایی هست. اینم که دوست عزیز در مورد بز گله صحبت کردم، من البته نمیدونم منظورشون چیه، شاید یه مقدار در این مورد باید توضیح میدادن، ولی خب ما بز عزازل داریم که در کتاب لاویان داریم که جز قربانی گناه هست، که به اصطلاح چیز قوم باید بز عزازل رو ول میکردن در صحرا، یعنی علامت روش میذاشتن و میفرستن. البته باز میگم نمیدونم منظورشون چیه در این مورد که مسئله بز رو آوردن، اما واقعیت اینه که بله، یک تمثیلی هست، خودش رو شبان میبینه و افراد رو گوسفندان، به خاطر دلایلی که عنوان کردم. درسته. خیلی ممنون، مرسی خالوز جان از توضیحاتتون. مروارید عزیز هم تشکر کردن، گفتن که من سوالی داشتم ولی در صحبت‌های خواهر لوئیز عزیز جواب رو گرفتم و سپاس از برنامه خوبتون. فیض خداوند با شما. خدا رو شکر. مرسی مروارید جان و خدا رو شکر که جوابتون رو گرفتید. بیننده عزیزی هم درود فرستادن، گفتن درود بر شما عزیزان گرامی، مسیحیان عزیز کشور ایران، درود بر شما هم. خیلی ممنون و تشکر از اینکه بیننده برنامه هستید و ممنون از اینکه با ما در تماس بودید. مهدی عزیز سوالی پرسیدن، گفتن که در کتاب اول ساموئیل غذایی که برای شاول گذاشته شده بود، کتاب مقدس نوشته شده گوشت ران، این کجای ران میتونه باشه؟ چون در قوم یهود خوردن پشت ران تا به امروز حرام هستش. و موضوع دوم این که چرا شاول میان وسایل قایم شده بود، دلیل خاصی داشته؟ اگه ممکن هست جواب من رو بدید.
بله 100%. البته مطلب دو تا قسمت داره سوال ایشون، من اینجا نوشتم. اون مطلبی رو که در مورد گوشت مطرح کردید، بله واقعیت اینه که اینا قسمت پشت ران رو نجس میدونن به خاطر کشتی که یعقوب با فرشته خداوند میگیره و فرشته خدا پشت رانش رو به قول معروف لمس میکنه که بعد از اون لنگ میشه. از اون به بعد دیگه مطلقاً اینها پشت رون رو نخوردن. 100% هم شاول جز همین افراد بوده، برای اینکه اصلا نبود این در قوم. اینا به محض اینکه قربانی رو انجام میدادن یا حالا گوسفند رو سر میبریدن، این قسمت رو دور مینداختن. این بود که چون نجس میدونستن این رو. پس 100% گوشت قسمتی از ران رو خورده که مجاز بوده. دوم این که در مورد قائم شدن شاول گفتید، شاول شخصیتا خجالتی بوده. شما وقتی که کتاب اول سموئیل رو میخونید در مورد انتخاب شاول، وقتی میخونید شاول رو به خاطر حکمت و به خاطر زرنگی و اینجور چیزا انتخاب نشده، عمدی بوده این قضیه، برای اینکه این شخص یک سر و گردن از همه بزرگتر بلندتر بوده، درشتر بوده و چون تک بود. اغلب هم افراد قد بلند اگه نگاه کنید یه جوری قوز میکنن یا سعی میکنن کوتاه‌تر خودشون رو نشون بدن. شخصیتاً اولا سر این قضیه خجالتی بوده و قائم شده بود در چیز، برای اینکه همونطور که گفتم خجالتی بود نمیخواست بیاد. دوم این که اینقدر هیکلن درشت بود و قد بلند بوده، اینی که خواسته قایم بشه. این دوتا مورد بوده. دلیل خاصی از نظر این که حالا چرا نخواسته خودش بیاد بیرون و اینا، هیچ چیز دلیل خاص کتاب مقدسی بخوای بگیم نداره، یا بخواد مسئله نااطاعتی بوده باشه و اینا، این نیست، در این مورد نیست. این شخصیتی بوده که درش بوده که بعدها میبینیم این شخصیت در اثر، ببینید خود شاول خدا اینو انتخاب کرد، این نبی نبود برخلاف داوود. وقتی تو جمع انبیا افتاد اینم نبوت کرد، به محض اینکه از جمع انبیا دور شد نبوت هم ازش دور شد. میبینید این همچین شخصیتی بود. خدا خواست به مردم بگه که ببین پادشاهی که شما انتخاب بکنید، دختراتون و پسراتون و نمیدونم مزرعه هاتون و اینا رو همه رو به کار میگیره، به شما چیز نمیده، باید مالیات بدید، این بکنید اون بکنید و اینها. یه جوری با انتخاب شاول خدا میخواست بفهمونه به مردم که شما پادشاهی من رو رد کردید و پادشاهی انسان رو خواستید. برای اینکه اینا گفتن اقوام دیگه همه پادشاه دارن، ما چرا پادشاه نداریم؟ در حالی که خدا گفت من پادشاه شما بودم. این بوده قضیه که بعد میبینیم که شاول آخر عمرش هم که به ضد داوود میشه و خلاصه داستان رو خودتون میدونید در کتاب مقدس. بسیار عالی، ممنون خالد جان. فکر میکنم یک سوال دیگر رو بشه از شما بپرسم. مریم عزیز پرسیدن، گفتن که آیا قوم اسرائیل درجه اول به حساب میاد وقتی قیام مسیح بشه، بعد قوم های دیگه هست، یا اینکه نه فرقی میان قوم ها نیست در نگاه عیسی مسیح؟ نه هیچ، ما در غلاطیان باب 3 رسما کلام خدا میگه، میگه که همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا هستید. خب پسران خدا میباشی، منظور فرزندان، کلمه که یونانی که تو اونجا استفاده شده تو عهد جدید میدونید به یونانی نوشته شده. کلمه پسران که میگه منظور فرزندان هستش و در اونجا میگه که همگی شما به خاطر ایمان به مسیح فرزندان خدا هستید. چون که زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در بر گرفته اید. هیچ ممکن نیست که یهود باشه یا یونانی، نه غلام نه آزاد، نه نمیدونم زن نه مرد، بلکه همه شما در مسیح یک میباشید. بنابراین این که قوم اسرائیل بخواد درجه اول به حساب بیاد، نه. اون زمانی که تا قبل از کفاره مسیح، زمانی که از مصر اینا رو آورد بیرون، اونجا خدا برگشت گفت به اینها که تو نخست‌زاده من هستی، تو مثل مردمک چشمم اینا، ولی میبینیم چون اینها گناه کردن خدا همه اینا رو برداشت به تبعید فرستاد و فرستاد به اسارت و میبینیم که اینها بت پرست شدن، گناهکار شدن و جریان تاریخ رو شما در عهد عتیق میخونید. اینکه الان قوم اسرائیل درجه اول به حساب بیاد، نه، طبق این آیه ای که گفتم الان اونهایی که در مسیح هستن، در واقع
اون اسرائیلی حقیقی کلیسای واقعی مسیحه که هر قوم، هر نژاد، هر زبان، هر ملتی رو که در مکاشفه میخونیم بابهای 5 تا 7 در مورد بزم اون ضیافت بره صحبت میکنیم، ما میبینیم همه نوع نژاد و قوم و زبان و همه اینها از جمله یهودی درست. یعنی یهودی و غیر یهود و همه اینها در این به اصطلاح عروسی بره حضور دارن. پس همه اینها در مسیح به خاطر ایمان به مسیح همه ما یک هستیم. یکی الان به اون یکی برتری نداره، ولی چون خدا اینها رو انتخاب کرد که به اصطلاح جوری زندگی بکنن که از طریق زندگی اینها مردم به یهوه ایمان بیارن و اینها در این ماموریت شکست خوردن، خدا یه جوری اینها رو پس زد. الان در مسیح همه ما یک هستیم. بله خیلی فرمز. ممنون، مرسی خواهر لوئیز جان، ممنون از جواب دادن شما، پاسخگوییتون، و ممنون از تک تک شما دوستان عزیز. اما وقت دعا هست دیگه، فرصتی نداریم برای سوال دیگه که مطرح بشه. پس عزیزان بعد از دیدن تیزر دعا برمیگردیم در خدمتون خواهیم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض های ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم، و ما را در آزمایش میامد، بلکه از آن شریر رهای مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد الآباد از آن توست. آمین آمین. عزیزان اگر آماده هستید که با همدیگه برای دوستانی که درخواستهای دعاشون رو فرستادن متحدن در دعا باشیم. خواهد لوئیز جان من میخونم اسامی رو. آذر عزیز خواستن برای سلامتی کامل خسرو و برادرشون از بیماری و محافظت خانوادهشون با خون مسیح خداوند در این شرایط ناامن اجتماع از هر مشکل و بیماری و دور باشن و برکت براشون خواستن. فرشیده برای برکت و سلامتی امیر و فیروزه و فیروزه و نیلوفر و فؤاد و نوید، یلدا، فرشیده، فاطمه، فرنوش، حسن، حسام، محمد و محبوبه خواستن دعا بشه. چنور عزیز اگر اشتباه نکنم برای موقعیت کاری همسرشون هومن و نقل مکان به خونه بهتر. مهدی عزیز برای آزادی از اسارت خودارضایی و برای ازدواج با ایماندار. امیر برای رسیدن به همسر و فرزندشون. مروارید عزیز برای دوستانشون طاهره، نسترن، پری، شیلا، زهرا، سودابه، فریده، مهدی، و گفتن برای این عزیزان بشارت دادن و دارن دعا میکنن که خداوند قلبشون رو لمس کنه. نرگس عزیز برای دادگاه محمد و ماهرخ عزیز هم برای شهر سنندج خواستن دعا بشه که در لحظه بیماری کرونا هست. خواهر لوئیز جان خیلی فرصت نداریم، اگر بتونید در 40-50 ثانیه دعا کنید ممنون میشم. دعای ضربتی بده. بله مرسی. بله خب ای خدا، و حقیقتاً دعا میکنیم این اسامی رو، تک تک افرادی که نوشتن و مطالبی رو که گذاشتن برای دعا، به حضور تو میاریم ای خدا، و دعا میکنیم حقیقتاً تک تک این مطالب رو تو لمس بکنی و در خداوندی عیسی مسیح نتیجه مطلوبی رو که این عزیزان میخوان از تو بگیرن. دعا میکنیم تو وارد شرایط اینها بشی ای خدا، و ایمان دارم وقتی وارد شرایط این عزیزان میشی همه چیز تغییر میکنه. کافیه تو وارد اتاق بشی و خداوند تاریکی بتونه مقاومت بکنه، همچین چیزی نیست ای خدا. وقتی تو وارد میشی نه تاریکی، نه مریضی، نه غم، نه مسائل دادگاه، نه مسائل کرونا، نه اینا، هیچ کدوم خداوند نمیتونه مقاومت بکنه. در نام عیسی مسیح زنده دعا میکنیم به خصوص برای کشور ایران در این وضعیت کرونا، برای سرتاسر کشور، به خصوص همینطور برای شهر سنندج همونطور که گفته شد. دعا میکنیم این بیماری از این کشور، از کشور عزیز ما
نام عیسی مسیح همه این دعا رو در نام پسر یگانه تو در حضور تو مرتب میکنیم با این امید که میدونیم تو جواب میدی. آمین. خیلی ممنون. مرسی خاله جان، تشکر از حضورتون در برنامه و یکایک که شما دوستان عزیز که با ما همراه بودید. عزیزان تکرار برنامه امشب رو میتونید روز پنجشنبه ساعت 3 بامداد و همچنین روز شنبه ساعت 10 صبح تماشا کنید. خدا نگهدارتون باشه. خدا.